سلام سلام، خیلی خوش اومدید به کانال پی ام دنتی لایف. امروز طبق عادت قبلیمون که در جریانین، میخوام کیس محور براتون رادیوگرافی توضیح بدیم و تحلیل کنیم. آره، رادیوگرافی یه بیمار داریم، قبل و بعد از درمانش میخوایم عکس رادیوگرافی رو بهتون نشون بدیم و با هم دیگه تحلیلش کنیم. پیش نیاز این ویدیو یه ویدیوه، یکی دوتا ویدیو که قبلا مریم کامل توضیح داده که مثلا پوسیدگی چجوری تشخیص بدیم، پرکردگی رو چجوری تشخیص بدیم، عصب کشی و غیره. حالا الان اینجا میخوایم مثل همون ویدیو تمرینی تعیین کنیم که چه اتفاقای افتاده و چه درمانای صورت گرفته تو این. من حالا عکس پانورامی که قبل این که بخوام کار درمانی رو انجام بدم میذارم، با هم دیگه تحلیل کنیم. این نگاتوسکوپ رو دیگه آوردم اینجا که قشنگ اوکازیون ببینیم، راحت ببینیم. خب پس این عکس رو خیلی زیاد براتون گذاشتیم، A B C D اینا گذاشتیم و در مورد هر کدوم ازتون سوال پرسیدیم. حالا می‌خوایم دونه دونه هر کدوم رو جواب بدیم. اولین دندون، این دندون شماره 7 بالاه که با A فکر کنم نشون دادیم توی پست. آره، دندون A. گفتیم که به نظرتون این دندون عصب کشی شده یا نه؟ این دندون شماره 7 عصب کشی شده، عصب کشی خیلی بدی هم شده، چون اصلا توی عکس دیده نمیشه و خیلی پاکسازی و اینش ضعیف بوده و زیر پرکردگیش هم یه ذره شروع کرده به پوسیدن. باید بیمار این دندون شماره 7 رو دوباره عصب کشی مجدد انجام بده. ریتریت بهش میگن. حالا یه نکته ای هست، چرا اصلا دندون ها همیشه از این ناحیه میپوسن و خراب میشن؟ فکر میکنین چرا؟ بگم یا بسپاریم به بچه تو کامنت ها بگم؟ تو کامنت ها بگین، قبلا هم اشاره کردیم احتمالا بهش. چرا پوسیدگی ها رو اگه نگاه کنین، الان مثلا این دندونه بیام آره شیش بالا از اینجا پوسیدگی داره، چرا اینجا پوسیدگی بیشتر رخ میده؟ اینو تو کامنت ها بگین تا تو ویدیو بعدی جوابشو بهتون میگم. خب دندون شماره A تکلیفش مشخص شد، قبلا عصب کشی شده، عصب کشیش هم خیلی خوب نبوده و باید دوباره عصب کشی بشه. یه نکته برای بچه‌ای که اولین بار میبینم، اون قسمت سفید رنگش هم توضیح بده. این قسمت سفید رنگ یعنی که دندون تو این ناحیه پر شده و یه قسمت یه ذره سیاه‌تر زیر این سفید رنگ که دیده میشه، یعنی از اون ناحیه شروع کرده پوسیدن. یه حالت محو طوری داره. آره. حالا گفتیم از دندون راست بالا شروع میکنیم به تحلیل کردن دیگه. حالا این دندون 7 رو پرسیده بودیم که توضیح دادم. دندون 6 هم یه پرکردگی داره که فقط روی سطح اوکلوزالشه. دندون شماره 5 هم عصب کشی شده، هم پر شده. عصب کشی هم اگه نگاه کنیم خیلی واضحه، زیادی هم پاکسازی شده تازه. دیگه از دندون شماره 4 یعنی پرمولر اول هیچ مشکلی نداره تا برسیم به دندون 4 این سمت. دندون 4 این سمت هم با دندون 5ش دوتای عصب کشی شدن، دندون شماره 5 روکش هم شده. چون که دیگه پوسیدگیش بیشتر از حدی بوده که با پر شدن خالی بتونه درمان بشه. دندون شماره 4 هم چی شده؟ روکش شده نه؟ آره، به هم احساس من متصل هم. آره. دندون شماره 6 باز دوباره دندونیه که مشکل داره. الان اگه دقت کنین زیر این ناحیه پرکردگی دوباره شروع کرده پوسیدن. یه دور هم عصب کشی شده، هم روکش شده. این هم باز عصب کشیش یه ذره واضح تر از دندون شماره 7ه، ولی خب بازم خیلی جالب نیست. و دندون شماره 7 هم اگه نگاه کنیم، تو اون ویدیو قبلی هم گفتیم ترمیمش رو اگه نگاه کنیم یه مقدار ناقصه، یه مقدار اضافه است. البته اضافه تر اینجا که به این حالت میگیم اوورهنگ، که اصلا این اوورهنگ باعث شده دندون کناریش هم آسیب بزنه. آره دقیقا. راستی توی قسمت قبل همینطور که دیدین یه سوال پرسیدیم که این فضای حالت ابری شکلی که بالای دندونای بالای فک بالای چیه؟ بعضیاتون درست جواب داده بودین، کف سینوس ماگزیلاریه. این یعنی بالای دندون این ناحیه سینوس ماگزیلاری هست که معمولا این عکس ها مثلا میگیرن برای اینکه ببینن حالا فاصله دندون تا سینوس چقدره، برای اینکه بخوان دقیق تر ببینن و بخوان این پلن بذارن ناحیه رو یه عکس برداری دیگه یه انجام میدن به اسم سی بی سی تی. کلا سینوس ها چی هم؟ برای بچه که هیچی آشنایی ندارن بگم، سینوس ها کلا یه سری حفره های تو خالی هم توی جمجمه ما. به خاطر چی؟ چند تا ویژگی دارن. یکی اینکه جمجمه ما رو سبک میکنن. خب فکر کن اگه همه این سینوس ها میخواست پر باشه سرمون سنگین میشد میافتاد. به خاطر همین یکی این که باعث سبک شدن جمجمه میشن، دو این که توی صدا و حرف زدن ما هم اثر دارن فکر میکنن، و سوم این که خیلی فضای ایزوله این، یعنی عاری از هر گونه میکروب و باکتری هم. برخلاف مثلا دهنمون که قبلا هم تو دنتیتاکا زیاد گفتن دهن ما پر از میکروبه، اینجا خیلی ایزوله است
و بعضی وقتا ریشه دندونا انقدر بلند میشه یا اون سینوس انقدر نازک میشه دیوارش که ریشه قشنگ تماس پیدا میکنه با سینوس و با کشیدن اون دندون باعث میشه سینوس سوراخ بشه، به قول معروف میگن اکسپوز بشه و عفونت کنه دیگه. هر کی هم مثلا این ناحیه دندون نداشته باشه به مرور این استخونه تحلیل میره به کف سینوس نزدیکتر میشه و همین مثلا این پلند گذاشتن سخت‌تر میشه که اصطلاحی دارن جراحای فک و صورت به اسم سینوس لیفت، یعنی با سینوس لیفت انجام بدن بعد این پلند رو بذارن. آره دقیقاً، اگه مثلا خیلی مدت زیادی بی دندون بمونه اون دندونای عقب باعث میشه که دیگه به راحتی نتونیم این پلند بذاریم. تا بخوایم این پلند بذاریم اون سینوس انقدر نازک شده دیوارش سوراخ بشه. حالا بریم سراغ فک پایین. الان فک پایین رو خوب دقت کنین چون یه عکس رادیوگرافی داریم که همه درمانای فک پایین براش انجام شده، میخوایم بهتون نشون بدیم بعدش چه تغییراتی داره. بریم سراغ گزینه دی. دی یه کیس خیلی جالبیه. حالا الان مریم توضیح میده که چیه. این دندون رو پرسیده بودیم که دندون شماره چنده. اگه حالت عادی باشه بخوایم بشموریم ممکنه که فکر کنیم دندون شماره 5 چون تک کانال است. ولی دندون مولر اول یه دندون 6ه که نصف شده از وسط. چرا حالا دندون 6ه؟ ببینید دندون 4 اینجاست و دندون 4 با 6 از وسط بخواهیم بشموریم 1 2 3 4 این دندون 4 میشه. یعنی دندون 5 بیمار اکس شده، کشیده شده، حالا جاش خالی بوده. به اینا میگن بیریج. ببینید دو تا دندون میشه پایه وسطی مثل یه پل به اینا وصل میشه. خب حالا توی این کیس اومدن دندون 6 رو وسط نصف کردن، به خاطر همینه که الان به نظر تک ریشه‌ای به نظر میاد و فکر می‌کنی ممکنه دندون در واقع دو ریشه بوده، دندون 6 بوده. آره یه ریشه‌شو نگه داشتن. و اون بیریجه که بهتون گفتم و بین همون دندون 4 و 6 زدن. آره. حالا بریم سراغ دندون 7 پایین. این دندون 7 رو توجه کنین زیر روکش شروع کرده پوسیدن و چون بیمار درد داشته براش یه عکس پری اپیکال نوشتیم که ببینیم دندون نیاز به عصب کشی داره یا نه، یعنی پوسیدگی رسیده به عصب یا نه. توی خود ویدئوی عصب کشی هم عصب کشی 10 تا دندون من کامل مسیر عصب کشی رو بهتون نشون دادم و توضیح دادم که چه جوری میشه که کلاً پوسیدگی به سمت عصب پیش میره و کلاً مراحلش چیه. اگه ندیدین اون ویدئو رو حتما ویدئو رو ببینین، خیلی بهتون کمک میکنه. حالا عکس پری اپیکال این ناحیه رو بهتون نشون بدم. این همون عکس پری اپیکالیه که هزاران بار ما تو ویدئوامون گفتیم که این عکس او پی جی بود یا همون پانورامی. این عکس پری اپیکالی که حالت تک دندونه. آره دقیق‌تر داره نشون میده اگه دقت کنید. الان دوباره همین دندونه هفته و این نگاه کنید چقدر پوسیدگیش بیشتره و کامل مشخصه که به ناحیه پالپ چمبر یا همون عصب رسیده. برای همین این دندون نیاز به عصب کشی داشته و دندون کناریش هم همینجور زیر ناحیه روکشش پوسیده. به خاطر این حالا چون بیمارم درد داره باید کل این بریج رو بردارن، همه این دندونا رو عصب کشی کنن که حالا اگه شد دوباره همون بریج رو دوباره سمن کنن بچسبونن، اگه نه دوباره قالب گیری بشه و براش بریج بخوام بذارن. یه حالت محوی هم اینجا دیده میشه مثل یه شاخه طور. کلن رادیوگرافی وقتی هرچی توضیح میدیم همه چی به صورت چجوری بگم خیلی گنگ و محوه، یعنی اینجوری مثل عکسای واقعی نیستش که خیلی بخوایم دقیق همه چی رو تعیین کنیم، همه چی با حدس و یه مقدار بیناییه. یه ناحیه تیره تریه شبیه مثلا ماره. مار که نه، ولی حالا حالت شاخه طور که توی حالا همین اینجا هم مشخصه. اینجا این کانال فک پایینه که بهش میگن اینفریور آلوئولار نرو. کانال عصبی فک پایینه، عروق اعصاب فک پایین از اینجا عبور میکنه و دونه دونه این دندونا رو خون رسانی میکنه و عصب دهی میکنه. و خیلی وقتا دندون عقلای خیلی چغلی رو که میکشن ممکنه که به این انفرال ولنرو این کانال عصبی پایین آسیب بزنه و یه سمت بیمار کامل بی‌حس بشه و حتی شاید برگشت ناپذیر باشه. آره بستگی داره که چون کانال به همینجوری که تی میشه میره به سمت دندون عقل سمت بالا نزدیک میشه، به خاطر همین بعضی اصلا دندون عقلشو خیلی نزدیکه به کانال. من خودم دندون عقل فک پایینمو می‌خواستم بکشم، خیلی برای این استرس داشتم که نزدیک دندون نزدیک کانال نباشه یا نه، که حالا ولاگشو گذاشتیم دیگه، هر دو تا عقلمو کشیدم. حالا ولاگش هست اگه دوست داشتیم بریم ببینیم. حالا دوباره تو همین من آوردم. ببین قشنگ از اینجا یه مسیریه، دو سمت هم هست تا این سمت هم داره. خب بریم سراغ ادامه. بریم سراغ ادامه تا اون عکس بعد از اقدام درمانیش هم بهتون نشون بدیم.
خب اینجا دیگه دندونای خدامی مشکل نداره. گفتم معمولا همیشه توی افراد مختلف که حالا ناحیه خلفیشون بی‌دندونه، این دندونای قدامی یا جلو پایین آخرین دندونایی که هست. دندون شماره 4 این سمت مشکلی نیست. دندون شماره 5 اگه نگاه کنین ناحیه تاجش شکسته و دندون شماره 6 رو نداره. دندون شماره 7 هم که دیگه نور الان نوره، یه عصب کشی خیلی جالبی هم نیست، قبلا انجام شده روش. فقط هم ریشش باقی مونده. آره فقط هم ریشش مونده. اون قسمت تاج دندون که قبلا تو ویدیو توضیح دادیم شکسته. و کلا ببینیم وقتی که دندون عصب کشی میشه خیلی استحکامش میاد پایین. درست عصب کشی درمان خوبی، ولی یکی از ایراداتش همینه. چرا؟ چون دیگه اون حس لمس رو نداره. مثلا وقتی که یه سنگ میره زیر دندون به راحتی اون دندونه میشکنه، مثل قبل نیست. مثلا وقتی که عصب کشی نشده باشه، دندون سالم باشه، عصبش سالم باشه، وقتی یه سنگ میره زیر دندون سری متوجه اون سنگه میشه و وای میسته از جویدن. آره کاری که برای این سمت باید بکنیم، خب این دندون هفته یه کشیدنیه، نمیشه نگهش داشت. دندون هفته باید بکشیم و دو تا ایمپلنت اینجا جایگزین کنیم. پروتزای پارسیل هم میشه گذاشت که دیگه الان خیلی مد نیست و خیلی دیگه کاربردی هم نیستن. خب بریم حالا عکس بعدی. بریم بعدشو ببینیم. خوبه. خب الان دندون فک بالا رو که خب تغییری ندادن، دندون فک پایین. آره این دندون فک پایین همونجوری که گفتم عصب کشی شده. الان این دندون هفت و با این یه ریشه 6 با دندون شماره 4 عصب کشی شده و این دندون شماره 7 الان پستوکور هم شده چون به عنوان پای است. حالا این امکان هم داشت که مثلا موقعی که بریجو برمیدارم بریج بشکنه و نشه نگهش داشت، ولی خب حالا کارشون رو خوب انجام دادم و عصب کشی شده این دندون ها. ببینید قشنگ زیر اون بیریجه کامل پوسیده بوده، اینجا قشنگ قابل دیدنه، قابل مشاهده. به خاطر همین که اون پوسیدگی رسیده به عصب باید عصب کشی میشده جفتشون، عصب ستاش هم عصب کشی شده، دندون هفت هم همینطور. حالا این دندون هفتش هم دقت کنی علاوه بر این که عصب کشی شده، مثل قسمت قبلم که بهتون گفتم پستوکور هم شده، یه حالت پیم کوچیکی میشه اینجا ببینید. پستوکور رو برای چی انجام میدن؟ برای اینکه اون گیر کافی رو به دست بیاریم. دیگه پوسیدگی دندون، اون تاج دندون انقدر آسیب دیده که با پر کردن خالی استحکام خودش رو به دست نمی آورده. حالا بریم سراغ این سمت. دندون شماره 5 رو اومدن پایه براش درست کردن، یعنی تراش دادن که بعداً بتونیم روش روکش بذاریم. و دندون شماره 7 هم چون که میبینین کشیدن، به جاش دو تا ایمپلنت گذاشتن که حالا این عکسیه که حالا قبل قالبگیری انجام شده دیگه، یعنی بعداً قرار از این قالبگیری بشه و روش روکش میاد. حالا یه مدتی میمونه تا قشنگ بگیره اون استخون سازی تشکیل بشه و بعداً مراحل پروتزیشو انجام میدن. این مراحلش کار جراحه و مراحل بعدیشو دیگه پروتز متخصص پروتز انجام میدن. خب بچه های نما، ویدیو امروزمون بررسی کیس محور بود، با هم دیگه بررسی میکنم و یاد میگیریم. میگم در صورتی که اون ویدیوهای پیش نیازشو دیده باشین، شاید اگه اولین ویدیوی باشه که ببینین یه ذره گیج بشین، بگین خیلی تخصصیه اینا، ولی خیلی پیچیده نیست، خیلی ساده است. اون ویدیوهای قبلی رو ببینین و دوباره ویدیو رو ببینین کامل متوجه میشین چیا داریم میگیم. اگه هر سوالی در مورد این کیس داشتین حتما زیر کامنت ها ازمون بپرسین، بهتون جواب میدیم. عکس دندون خودتونم توی تلگرام یا اینستاگرام میتونین برامون بفرستین، همینجوری تحلیل میکنیم، بهتون میگیم چه مشکلایی داره و چیکارا بکنین براش. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک یادتون نره، حتما کانالم سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو فعال کنین تا نوتیفیکیشن ویدیوهایی که براتون میذاریم بیاد. در آخرم من یه ویدیو توصیه میکنم ببینین که همون عصب کشی 10 تا دندون همزمان رو که بهتون گفتم خیلی به دردتون میخوره، اینجا میذارم حتما ببینین. و یه ویدیو هم من توصیه میکنم ببینین، ولاگیه که رفتیم مطب دکتر بهرامی، یکی از استادای برتر متخصص پروتز هستن، که ویدیو جالبی بود، ولاگ جالبی بود برای خودم. اگه دوست داشتین شما هم حتما ببینین.